هیوادوالو ته خطرات متوجه کوي او پیښوي، په شهادت یې رسوي. هغوی ته وایو هر معنا او په هر قیمت تاسو به د عدالت منګولو ته راکش کوو. سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، با یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. شماری از منابع میگویند که برادر یک فرمانده جبهه مقاومت از سوی نیروهای استخبارات امارت اسلامی گرفتار شده است. همزمان با این از کابل خبر می‌رسد که یک کهنه سرباز کانادایی که بدیو کانادایی مشهور بوده بازداشت شده است. از سوی هم مولوی ذبیح الله مجاهد می‌گوید که نگرانی‌های کشورهای پیمان امنیت جمعی نادرست است و در افغانستان مشکلی وجود ندارد. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. شماری از منابع میگویند که یک کهنه سرباز کانادایی از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است. به گفته منابع این فرد دیوید لاوری نام دارد و در هفته گذشته بازداشت شده است. گفته می شود که این سرباز کانادایی با صد افغان همکار با کانادا کمک کرده است که کشور را ترک کنند. مقامات کانادایی گفتند که این موضوع را خبر دارند و از طریق مجراهای دیپلماتیک آن را دنبال می کنند. با گفته سی تی وی نیوز، در زمان سقوط کابل و لاوری فهرستی از بیش از 1000 نفر داده شده بود که سعی داشتند تا افغانستان را ترک کرده و به کانادا بروند. این فرد به نام دیو کانادایی نیز معروف است و در زمان سقوط کابل و دست نیروهای امارت اسلامی و افرادی که قصد فرار از افغانستان را داشتند گفته شده بود که رنگ سرخ بپوشند و به دنبال مردی به نام دیو کانادایی بگردند. مقامات حکومتی اما تا کنون این موضوع را تایید و یا رد نکرده و در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد گفته بود که خارجی ها می توانند تا به افغانستان گشت و گذار کنند، اما این موضوع باید با در نظر داشت رعایت قوانین بوده و در غیر این صورت مجازات و تنبیه خواهند شد. کسی به افغانستان سفر میکنه او مکلف از قوانین مملکت را مراعات بسازه و اگر تخلف از قوانین صورت میگیره بدون شک آنها با رویکرد قانونی روبرو میشن. همزمان با این رهبران قطر و ترکیه در یک بیانیه مشترک بر اهمیت احترام به حقوق اساسی بشر و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید کردند. بر بنیاد این اعلامیه قطر و ترکیه بر تعهد خود برای تقویت ثبات در افغانستان تاکید کردند. از سوی هم شماری از منابع از بغلان تایید می کنند که برادر یکی از فرماندهان کهنه‌کار جبهه مقاومت نیز بازداشت و گرفتار شده است. این منابع می افزایند که فرمانده عبدالرحمن اندرابی در حالی که به شدت پادرد بوده و از سردی هوا مریض شده بود، همراه با برادرش به دکتر مراجعه کرده بود، اما توسط نیروهای استخبارات حکومت محلی گرفتار و بازداشت شده است. فرمانده عبدالرحمن اندرابی یک فرد جهادی است که به مدت 40 سال مبارزه کرده و سال گذشته نیز یک فرزندش به نام محمد زمان توسط نیروهای امارت اسلامی کشته شد. پسر ما محمد زمان بعد از یک مدتی جنگ یا شهید شدن. آقای اندرابی اخیراً از کمبود امکانات شکایت کرده و گفته بود که با آن هم تسلیم نخواهد شد. مقامات حکومت کنونی افغانستان اما به جوانان هشدار داده و میگویند که قصد مقابله با حکومت اسلامی را نکنند. جوانان تا خطرات متوجه کوی او پیشوی به شهادت یې رسوي. هغوی ته وایو هر معنا او په هر قیمت تاسو به د عدالت منګولو ته راکش کوو. آنان می افزایند که طالبان با همه مردم افغانستان خدمت می کنند. مقامات ارشد امارت اسلامی می گویند که تمامی سربازان و جنرالان حکومت گذشته بخشیده شده اند و آنان نباید دوباره دست به اقدامات مخالف امنیت بزنند. اگر زمان گروه ندی چه عرض اتطلیل دی زمان گا میرمومنین سه عفو ورتکرل دا چه یو زل عفو وشوا من پا عفو که بیا دوگنگی دی چه سر نکو. در همین حال مولوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان در بیانیه تصریح کرده است که نیازی به طرح ایجاد کمربند امنیتی در اطراف افغانستان نیست و افزوده است که امنیت در افغانستان تامین شده و گروه‌های تروریستی مانند داعش نیز
به شکل قابل توجهی سرکوب شده اند. کشورهای منطقه هم 100% اطمینان میدیم که مردم افغانستان باز خصوصا مردم بدخشان یا اسپامیر هیچ تهدیدی به کشورهای همسایه نیستند. این گفته ها پس از آن صورت گرفته است که سازمان کشورهای مستقل مشارک المنافع روز پنجشنبه 7 نوامبر گفتند که ایجاد این کمربند و کنترل فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر و سلاح و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی کمک می‌کند. همچنین مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت سرپرست افغانستان روز جمعه 25 عقرب با اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران و هیئت همراهش دیدار کرده است. در این دیدار مولوی متقی سرپرست وزارت خارجه ضمن قدردانی از 14 میزبانی ایران از پناهجویان افغان خواستار تعامل و شهامت دولت این کشور با پناهجویان افغان در ایران شده است. اسکر جلالیان معین وزارت عدلیه ایران نیز گفته است که در آینده نزدیک بر اساس توافق‌های انجام شده روند انتقال زندانیان افغان از ایران آغاز می شود و مقامات حکومت کنونی افغانستان نیز تعهد کرده است تا در این زمینه همکاری کند. ایران عدلیه وزارت یو پلاوی کابل ته راغلی او د اسلامي امارت له ځینو مسؤلینو سره به په دواړو هیوادونو کې د زندانیانو پر مسایلو خبرې او مجلسونه ولري. از سوی هم منابع محلی در پکتیکا میگویند که 5 مرکز صحی به ارزش 147,000 دلار آمریکایی در این ولایت به بهره برداری رسیده است. با گفته منابع این مراکز صحی در ولسوالی های نکه، سروبی، وازیخا، تروی و ورممی به بهره برداری رسیده است. گفتنی است که پیش از این نیز دو مرکز صحی با ارزش 66 میلیون افغانی در ولسوالی های برمل و گیان این ولایت ساخته شده بود. در همین حال مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه با رئیس سازمان جهانی بهداشت در عربستان دیدار کرده است. وزارت صحت عامه گفته که تقویت مبارزه با پولیو و سایر بیماری های ساری، ارائه خدمات صحی در مناطق دورافتاده کشور، مشارکت نمایندگان وزارت صحت عامه در کنفرانس ها و نشست های بین المللی صحی گفتگو شده است. و خبر اخیر این که وزارت انرژی و آب میگوید که کار اعمار یک بند ذخیره آب در ولایت هلمند آغاز شده که ظرفیت ذخیره سازی 8,500 متر مکعب را دارد. با گفته این وزارت این بند ذخیره آب با هزینه 4,100,000 افغانی و در ظرف 6 هفته تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا برنامه بعدی، الله نگهدار.